سلام بیننده عزیزی شبکه روسیه مرکزی، امروز 23 میون است و طولی چند دقیقه در استودیو با شما هستم فیروزی حید. در برنامه خبری امروز چنین موضوع ها را داریم، متوجه باشید. سفر رحمان به مسکو و درخواست ملاقات با او از طرف عزت امان. لوکاشنکا میستد یا میرود؟ بلیت پرواز میان روسیه و تاجیکستان را کیها میتوانند دریافت کنند؟ سعودی مراسم حج امسال را بیکار کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یکجا با یاردمچی خود در امور روابط خارجی و وزیر دفاع کشور جهت اشتراک در مراسم تجلیل 75مین سالگرد غلبه در جنگ جهانی دوم وارد مسکو شده است. این نخستین سفر خارجی رحمان در مرحله پس از کرونا در کشور می باشد. برنامه سفر رحمان به مسکو اعلان نشده است، اما در عرفه سفر او برخی از مدافعان حقوق مهاجران کاری تاجیک از او خواستند که با ایشان ملاقات داشته باشد. عزت امان رئیس مرکز تاجیکان یک حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک در یک مراجعتنامه ویدیویی از رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان دعوت کرد که ضمن سفر نوبتیش به روسیه با نمایندگان مرکز تاجیکستان نیز ملاقات کند. عزت امان گفت البته در هر سفری امام علی رحمان به مسکو برای او ملاقات با نمایندگان دیاسپوراهای تاجیکان در روسیه تشکیل میکنند، ولی به عقیده این حامی حقوق مهاجران به این ملاقات ها با پرزیدنت معمول الان آدمان سیر و پوری بپروا نسبت به تقدیر مهاجران دعوت می شوند و این ملاقات ها به محفل نوبتی حمد و ثنا خواندن با یگان رقص و کنسرت تبدیل می یابند. کسانی که خودشان را مهاجر می گیرند و از نام مهاجران صحبت می کنند در این سفرهای شما و در این باخورهای شما هیچ رابطه و هیچ ربطی به مهاجر و مهاجرین ندارند. این یک گروه کسانی هستند که سیرم پورند و البته واخوری های شما بعد از واخوری های شما یک رقص و بازی و ثبت و سرود صورت می گیرد و در این واخوری ها این مردم تنها از شکوه و شهامت و از جز تعریف کنی چیزی دیگری به سهم شما نمی رسانند. ما می خواهیم که سخن حق را به شما رسانیم و واقعیت را به شما رسانیم که البته واقعیت پر از درد و الم است. محترم رئیس جمهور، از شما همچون یک تاجیک، همچون یک شهروند تاجیکستان، همچون یک برادر کوچک شما خواهش میکنم 5 یا 10 دقیقه وقت خودتون را جدا کنید برای واخوری با مهاجران واقعی، نه اون مهاجران دروغین که با گلسوک های کلوف میبینند نزد شما و شروع میکنن از تعریف و توصیف شما. تعریف و توصیف شما جای خودش را دارد. بله، خدمت های شما البته به ملت و مردم معلوم است، ولی مشکل زیاد است. مشکل زیاد است که ان همون مردمی که در گرد اطراف شما در واخوراتون جمع می شوند اولاتر می دانند که خاموش باشند و همش از موفقیت صحبت کنند. عزت امان اظهار امید کرد که رئیس جمهور امام علی رحمان ضمن بازدیدش از مسکو 5-10 دقیقه وقت خود را برای صحبت با مهاجرانی به تعبیر وی واقعی که سالها دور از وطن و دور از زن و فرزند در روسیه کار و زندگی میکنند و تامین پیشرفت اقتصاد کشور را بر دوش دارند پیدا خواهد کرد. عزت امان امیدوار است که مسئولان دولت این پیام وی را به پرزیدنت امام علی رحمان میرسانند. با این حال گذشت نظامی در شهر مسکو روز 24 میون صورت میگیرد، چون آن را به دلیل گسترش کرونا ویروس نو از 9 می به تاخیر انداختند. در این گذشت نظامی شماری از افسران و سربازان نیروهای مسلح تاجیکستان نیز شرکت خواهند کرد. معرکه جمع آوری امضا برای داوطلب کرسی رئیس جمهوری بلاروس طی بیش از 20 سال اخیر به این درجه بشدت و پرشور دایر نشده است. انتخابات نوبتی ریاست جمهوری بلاروس که قرار است 9 آگوست سال جاری دایر شود، به نظر می رسد این بار آن طوری که الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری فعلی و از داوطلبان اساسی این معرکه می خواهد با اون صورت آرام و ساکت برگزار نمی شود. باری اول در 20 چند سال اخیر در این کشور کسی از پیش با چی نتیجه انجام یافتن این معرکه را پیشگویی کردن نمی تواند.
از زمان سال 1994 به سر قدرت آمدن الکساندر لوکاشنکا انتخابات ها در بلاروس مثل انتخابات های تاجیکستان می گذشت. هرچند در این کشور به یگان نامزد مخالف نیز اجازه اشتراک می دادند، ولی هر دفعه لوکاشنکا با اکثریت کلی آوازها غالب اعلام می شد و رقیبان انتخاباتیش را به زندان می فرستاد. این نوبت ساکنان بلاروس که از 26 سال حکومت لوکاشنکا و به ادبی و به صلاحیتی او بخصوص در روزهای بحران کرونا ویروس شدند، برای پشتیبانی از هر نامزد دیگری آشنا و ناآشنا آمادگی نشان می‌دهند، فقط به خاطر آنکه حکومت عوض شود و لوکاشنکا برود. لوکاشنکا که او را آخرین دیکتاتوری اروپا نیز نام می‌برند، این دفعه خیلی با خشم و غضب وارد کارزار انتخاباتی شده است و علکی سه رقیب احتمالیش را زندان کرد. او چندین دفعه اظهار داشت که به یگان نوع گردهمایی در بلاروس اجازت نخواهد داد و آنها یعنی رقیبان لوکاشنکا حکومت را نخواهند گرفت. این همه در حال است که روسیه، کشوری از همه پرنفوذ بالای بلاروس و همچنین غرب، سرگردانی مسائل رفع عاقبت های کرونا ویروسند و وقت و مایل چندان برای توجه و دخالت به حوادث بلاروس ظاهر نمیکنند. کارشناسان بر اینند که لوکاشنکا شاید بتواند با راهی تقلب و دخالت ماموری نتیجه های انتخابات روز 9 آگوست را به فایده خود حل نماید، ولی یقین است که دیگر در قدرت دیر نمیپاید. از جمله استانیسلاو شوشکویچ، رئیس سابق شورای عالی بلاروس، نخستین رهبر این کشور در زمان استقلال، در یک صحبت مطبوعاتیش گفته است که لوکاشنکا با احتمال زیاد انتخابات را به نفع خود جنبس خواهد کرد، ولی نامعلوم است که بتواند تا انجام مهلت در سر قدرت بماند. با شروع پروازها میان روسیه و تاجیکستان، بیشتر مهاجرین و بستگان آنها را این سوال نگران کرده است که کی میتواند از این پروازها استفاده کند؟ آن برای همه پیشکش میشود و یا گروه های مخصوص؟ امام‌الدین ساتاروف، سفیر تاجیکستان در روسیه، در یک صحبت با آزیا پلوس به این سوال که کی‌ها میتواند به خط‌سیرهای چارتری که شهروندان تاجیکستان را از روسیه به وطن میارند اظهار نظر کرده است. جناب ساتاروف گفته است: عین زمان سفارت در مسکو، کنسولگری های جنرالی در سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک و قزان روی خط ترتیب داده ایستوده ایم. در نوبت اول زنان با کودکان خردسال، زنان حامله، شخصان پیرانسال و بیماران وزنین ثبت نام و به وطن برده می شوند. در ادامه شخصان به روی خط داخل خواهند شد که قبلا با کارهای خدمتی به روسیه آمدند و مجبور اینجا درماندند. با گفته سفیر تاجیکستان، در روسیه عین زمان از مسکو، سنگ پترزبورگ، یکاترینبورگ و دیگر شهرها 8 پرواز طریق خط‌سیرهای چارتری پیش بینی شده است. ارزش بلیت ها را شرکت های هواپیمایی مقرر میکنند. اگر حکومت روسیه به شرکت های هواپیمایی ما جهت بردن شهروندانش از تاجیکستان اجازه دهد، نرخ بلیت از یک سمت حساب می شود، لیکن اگر هواپیماها به روسیه خالی پرواز کند، طبیعی است که نرخ بلیت بالا می رود. با گفته سفیر تاجیکستان، روز دقیق پروازها، آغاز فروش بلیت ها و ارزش آنها تنها بعد از گرفتن اجازه حکومت روسیه برای پرواز معلوم می شود. سفیر می گوید: عین حال هزار کس برای پرواز با این خط‌سیرها خود را نام‌نویس کردند. تنها در مسکو دوامی 3 روز زیاده از 800 نفر خود را به قید گذاشتند. طبیعی است که بین آنها شهروندان نیز قرار دارند که به شرط‌های در بالا ذکر کرده موافق نیستند. در نزد سفارت و کنسولگری های جنرالی کمیسیه ها تأسیس داده شدند که به هیئت آن تمام رهبران وزارت و اداره های جمهوری، اینچنین نمایندگان دیاسپوراها شاملند. سفیر تاجیکستان در روسیه به شهروندان کشور هشدار داده است که بدون ثبت پیشکی در فهرست مورد نظر و از دست کسی بلیت پرواز خریداری نکند. اگر کسی چنین بلیت پیشنهاد کند، نخرید، زیرا آنها قلاب و فریبگرانند. به فرودگاه رفتن و به خزینه های بلیت فروشی زنگ زدن برای خریدن بلیت ضرورت ندارد. بلیت ها تنها موافق روی خط از جانب کمیسیه تهیه شده فروخته می شوند. ضمن فروش بلیت ها نمایندگان کمیسیه هم حضور خواهند داشت تا که آن را نظارت کنند. در همین حال، بنا به معلومات رادیو آزادی، 22 میلیون شرکت هوایی اورالسکی اویالینی اولین از 5 پرواز چارتری برای بیرون بردن شهروندان روسیه از تاجیکستان را انجام داد
که مسافران را تا نوسیبیرسک و یکاترینبورگ میرساند. گفته میشود بیشتر از مسافران پرواز مذکور به روسیه تاجیک تبارانه بودند که شهروندی روسیه را دریافت کردند. باز چهار پرواز منبعده برآوردن شهروندان روسیه تا 1 یول انجام داده میشود. دو پرواز به مسکو، یک پرواز به خزان و یک پرواز به سنگ پترزبورگ. یادرس میکنیم که برای نامنویس شدن و دریافت بلیت به این خطسیرها خود را در سامانه خدمت رسانی دولتی روسیه به قید گذاشتن لازم است. وزارت حج و عمره عربستان سعودی مراسم حج امسال را برای تمام مسلمانان بیرون از سعودی منع کرد. گفته می شود که این تصمیم به خاطر مبارزه با کرونا ویروس گرفته شده است. مقامات سعودی گفتند فقط آن افرادی که در این کشور زندگی میکنند می توانند در حج امسال اشتراک کنند. در اعلامیه وزارت حج عربستان سعودی گفته شده است تصمیم اخیر برای اطمینان از امن و سلامت بودن مراسم حج و حفظ جان حاجیان روی دست گرفته شد. این وزارت همزمان گفته است تمام آمادگی های لازم به خاطر برگزاری حج انجام شده است. وزارت حج و عمره عربستان سعودی روز دوشنبه 22 ایون اعلان کرد تنها شماره محدود از مسلمانان از کشورهای گوناگون که در حال حاضر در این کشور زندگی میکنند می توانند در این مراسم اشتراک کنند. رسانه های عربستان سعودی می نویسند که وزیر حج و عمره محمد بن صالح طاهر گفته است برای حفظ سلامتی حاجیان نمی گذاریم عدد زائران امسال به ده ها هزار نفر برسد و هر یک حاجی را برابر رسیدن به مکه از تشخیص پره می گذارانیم و تا برگشتن زیر نظارت طبیبان خواهد بود. تا کنون در عربستان سعودی 164 هزار نفر به کرونا ویروس گرفتار شده، بیش از 1300 تن فوتیدند. ادامه پنشوی کرونا ویروس در غرب آسیا باعث به نگرانی سازمان جهانی تندرستی شده است. اعلان منع سفر مسلمانان از خارج برای ادای حج در حالی است که در بسیاری از کشورهای روند ثبت شهروندان برای حج ادامه دارد. عربستان سعودی چند روز قبل اعلان کرده بود که در نظر دارد شماره زائران را برای پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس محدود کند. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته بود حکومت سعودی به این باور است که با جاری کردن مقررات میتواند تا حدود 20% از سهمیه های معین شده برای هر کشور را قبول کند. اما حالا این مراسم تنها به شهروندانی که در عربستان سعودی زندگی میکنند محدود شده است. آمار دولتی نشان می‌دهد که درآمد سالانه عربستان سعودی از مراسم حج فرضی و عمره 12 میلیارد دلار است. هر سال حدود 2.5 میلیون مسلمان بیش از 180 کشور جهان برای ادای حج به عربستان سفر می‌کنند. بینندگان گرامی، اینجا پایان برنامه خبر امروز است. مطلب و پیشنهادهایتان را به ما طریق پست الکترونی، تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو به رقم زیر بفرستید. پخش لایک و آبونه‌شوی را در شبکه ما فراموش نسازید. خیر تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.